عصر التكنولوجيا يعني علم بسانات هوي نبي حاضرة معاملات تجارتي زياد وغنوغن شده است. از جمله آنها فروشی چیزی حلال با ربا که آن حرام است و ربا یکی از گناهان کبیره بوده از هفت حلال کننده هاست و برای رباخور عذاب دردناک الله تعالی در دنیا و هم در آخرت است و ربا برکت را از مال دور میکند، همچنانه که الله تعالی فرموده است که ربا صفتهای مخصوص دارد و در حدیث آمده است که تلا به تلا، نقره به نقره، گندم به گندم، جو به جو، خرما به خرما و نمک به نمک، مثل به مثل، برابر به برابر و دست به دست است. اگر این صفات های گوناگون و دست به دست باشد، پس چطور خواهد همان طور بفروشید؟ و صنف های ربوی دو نوع است. هشت علت دارد که از جمله آنها طلا و نقره است و به مانند این دو پولهای کاغذی نقدی است. به علت کلا از صنف های چهارگانه است که به آنها همه خوردنی های که کلا کرده می شود داخل است، به مثل برنج و جوار مکه. و ربا دو نوع است، یکی از آنها ربای فضل است و آن خرید فروش ربوی همراه با زیاده کردن یکی از این دو است. یعنی گویا طلای نو را به طلای کهنه با زیاده کردن قیمت آن می فروشد. و در حدیث آمده است که طلا به طلا، مثل به مثل، یعنی به هم مانند و در وزن برابر باشند. و دوم ربای نسیه، یعنی تأخیر کردن، که آن دو نوع است. یکی از آنها این است که در مقدار قرض خود در مقابل تأخیر کردنش پرداخت میکند. دوم تأخیر به دست گرفتن ما در خرید فروش که آن سبب ربا و اتفاق آنها بوده است، و مثل فروش طلا و نقره به یگان به دست گرفتن آن، و یا فروش خرما به جو به یگان به دست گرفتن آن. و اگر در حدیث دست به دست نامده باشد، هیچ واقعی نبود. به چیزی که نسیه است، پس آن ربا است. و پولهای کاغذی حکم طلا و نقره را دارد و هر یک آنها جنسی علاهده است. بنابراین فروختن یک نمود آن به خودی آن جایز نیست، به مثل صد ریال به صد ریال. و جایز است که یک پول را به پول دیگر فروخته شود، به مثل اینکه 3 ریال را به 1 دلار به شرطی به دست گرفتن در یک نشست فروخته شود. و گرفتن فایده مال از بانک های ربوی برای صاحب مال حلال نیست. و اینچنین گرفتن قرض از بانک و یا از دیگران به شرطی که آن را بر زیاد برگرداند ربا و حرام است. و از جمله ربا بیع اینه است، یعنی به مثل کسی از که مال را به نرخ قیمت و به پرداخت آن به تأخیر افتاده می خرد، مثل که به 1000 دلار مال را می خرد تا پس از یک سال آن را بپردازد و سپس به همان شخص با نرخ ارزان به 700 دلار می فروشد. پس حقیقت حال این است که او 700 دلار قرض گرفت تا آن را پس از یک سال 1000 دلار کرده بگرداند. از ربا حذر بکنید، زیرا عاقبت آن و جزای آن خیلی سخت است. الله سبحانه و تعالی در قرآن فرمود: ای کسانی که ایمان آورده اید از الله بترسید، و اگر از اهل ایمان هستید آنچه را از ربا مانده است ترک کنید. اگر ترک نکردید پس به جنگ از طرف الله و رسول او خبردار باشید. و اگر توبه کنید پس اصل مالهایتان از آن شما است. شما ستم نمی کنید و بر شما ستم کرده نمی شود.